فیلم های وحشتناک و واقعی از اتفاقاتی فوق العاده عجیب. گلاسیا سلام، امروز برگشتم سر سری فیلم های VHS که قبلا نسخه‌هاشو قرار دارم و میتونید از این بالا پلی لیستشو ببینید. امروز میخوام VHS 99 رو با هم ببینیم که نسبت به قبلیاش یکم تفاوت داره، اما خب بازم خفنه و نمره 76 رو تو اینجوری به خودش اختصاص داده. فرقش هم چیز خاصی نیست. توی قبلی ها ما یه سری آدم میدیدیم که میرن ویدیوهای قدیمی ضبط شده رو میبینن. این دفعه که ما آدما رو نداریم، مستقیم فیلم های ضبط شده قدیمی رو پشت هم دیگه تماشا میکنیم، انگار داریم یه سری فیلم از یوتیوب میبینیم. بریم با هم فیلمو ببینیم. حواستون باشه پلو کامرا صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم چند تا دختر و پسر رو میبینیم که یه گروه موسیقی به اسم رک بند دارن. این گروه دنبال چیزای ترسناکن و خلاصه میخوان برن پیش یکی از الگوهای همیشگیشون. یه گروهی که از چند تا دختر تشکیل شده بود و وسط یکی از اجراها به شکل وحشتناکی تمام بیننده ها علاوه بر خودشون توی آتیش سوختن. اعضای گروه رک بند هم میخوان برن همون جایی که جون اینا گرفته شده، بلکه یه اجرا به یادشون داشته باشن. وقتی هم به اونجا میرسن، یکی از پسرای عضو گروه خیلی ترسیده و کلی بهونه میاره که ممکنه به ارواح بی احترامی کنه و مشکل پیش بیاد. در آخر هم بهونه اینکه چیزی خونه جا گذاشته میخواد بپیشونه و ازشون جدا بشه. البته این کارو انجام نمیده و میفهمیم درامر گروهشون هم است. میرن روی سن کنسرت برای خوشین موسیقی اجرا میکنن و وسطش شرفه همه غیر از اون پسری که درام میزدش کاملا ثابت وامیستن. اون خیلی ترسیده و میفهمه بعد این شوخیه که بقیه دارن باهاش انجام میدن. البته که یه دفعه همه چیز عوض میشه. اون پسر که دیگه بهش برخورده از اونجا میره و سه نفر باقی مونده چند تا عروسک جنسی میارن، بادشون میکنن و برای شبیه سازی لحظه ای که اعضای اون گروه اصلیه زیر دست و پای مردم له شدن تو آتیش سوختن، به این عروسک ها بی احترامی میکنن. همین لحظه یکی از اعضای گروه به طرف سقف کشیده میشه و بعد چند لحظه خون و اعضای بدنش به شکل وحشتناکی رو زمین میریزه. یکی از اعضای باقی مونده میاد دوربین رو برمی‌داره و یه رفیق گوشی اتاقو نشون میده که اعضای اون گروه اصلی که سوخته بودن حالا با جنازه های فوق العاده وحشتناک ایستادن. میان سمت فیلمبردار، اونو میندازن زمین و در حالی که دارن میخورنش شروع به گفتن جملات معروف خودشون میکنن. بعدم یکی از همین اعضای سوخته دوربین رو به دست میگیره. بعدم میرن سمت نفر چهارم باقی مونده که خشکش زده و به شکل وحشتناکی گردن اونو جدا میکنن. حالا کسی که دوربین دستشه میره به طرف دیگه و یه دفعه میبینیم اون پسری که از گروه فرار کرده بود همه چی رو دیده و یه گوشه پناه گرفته. حالا دوربین نشون میده که اعضای بدن این پسرم به وسط اتاق پرت میکنن. سکانس بعد میبینیم که چهار عضو گروه اصلی روی سن کنسرت دارن آهنگ خودشون رو اجرا میکنن و اداهای وحشتناکی از خودشون در میارن. حالا فیلم ویدیوی ضبط شده دیگه ای رو اگه داستان کاملا مجزا نشون میده. با دختری به اسم لیلی آشنا میشیم که به تازگی وارد کالج شده و خب هنوز با کسی رفیق نشده. برای همینم خیلی علاقه داره که عضو یکی از انجمنهای خواهری بزرگ این کالج بشه و برای عملی کردنش هم میره با اعضای گروه صحبت میکنه. اونا میگن که باید یه شب با ما بیای بیرون، اگه با همون خوش بگذرونی میتونیم تو رو عضوت بکنیم. همین کارم انجام میدن. وقتی برمیگردن به لیلی میگن که خیلی ازت خوشمون اومده و فقط باید یک امتحان نهایی بدی تا عضو ما بشی. امتحانش هم چیز خیلی عادی و معمولیه. باید یه شب توی تابوت زیر خاک بگذرونی. اگه زنده موندی و نترسیدی از فرداش عضو مایی. برای ترسوندن بیشتر لیلی هم میگن چندین سال پیش یه دختر همچی کاری انجام داد و از زیر خاک ناپدید شد. این همه چیز خطرناک و لیلی بازم قبول میکنه که این کار رو انجام بده. میرن به قبرستون، یه تابوت باز میکنن و لیلی میره داخلش. اینجا یه زنگم با تناب وجود داره که بهش میگن اگه ترسیدی میتونی این زنگو بزنی و ما میاریمت بیرون، ولی بعد از اون دیگه نمیتونی با ما باشی. یه جعبه هم بهش میدن و میگن اگه خیلی ترسیدی بازش کن. در آخرم برای ترسوندن بیشترش میگن که اگه صدای شنیدی، صدای دختری به اسم گیلتین، یعنی همون کسی که سالها پیش ناپدید شده بود و عمره تا تو رو به دنیای دیگه ببره. لیلی بیشتر مست میکنه و توی تابوت میخوابه. دوربینم همراهشه که همه چیز فیلم بگیره و دخترهای دیگه روی تابوت خاک میریزن. به همینم بسنده نمیکنن و شروع میکنن به در آوردن صداهای مختلف، خط کشیدن روی تابوت، چیزهایی که باعث وحشت بیشتر لیلی میشه. اون که خیلی ترسیده جعبه که بهش دارن رو باز میکنه و حالا با وحشت بیشتر میبینه که پر از عنکبوتهایی که الان توی تابوت دارن ول میچرخن. دیگه خیلی ترسیده و زنگو به صدا در میاره، اما دخترها دارن تفریح میکنن و اصلا بهش گوش نمیدن. حالا بارون هم گرفته و وقتی متوجه زنگ میشن و میخوان لیلی رو در بیارن، یه ماشین پلیس سر میرسه. برای اینکه این موقع مشکلی براشون پیش نیاد سریع فرار میکنن و خب مامور پلیس هم متوجه هیچی نمیشه و از اونجا میره. وضعیت لیلی افتضاح، آب بارون داخل تابوت داره میریزه و یه دفعه درش میشکنه و آب بیشتری هم میاد داخل. حالا در عین همه این اتفاقا یه دفعه چهره وحشتناکی رو کنار خودش میبینه که خب میدونیم همون دختر گمشده یا گیلتینه.
میریم به سکانس بعد. صبح شده و دخترها به قبرستون برمیگردن. همشون ترسیدن، مخصوصا که وقتی در تابوت باز میکنن هیچ خبری از لیلی نیست. دخترها به هم دیگه قول میدن که به هیچ کسی راجع به این قضیه حرف نزنن و میریم به سکانس بعد. دخترهایی که اون کارو با لیلی کرده بودن، حالا هر کدوم توی تابوت مجزا حبس شدن. یکی از دخترها یه رفه لیلی رو کنار خودش میبینه. لیلی با ظاهری داغون میاد سمتش و میگه من با گیلتین یه قراردادی بستم. بهش گفتم که میتونم همه اعضای انجمنی که اون کارو باهاش انجام دادن رو براش بیارم در قبال اینکه خودم رو آزاد بکنه. گیلتین از طرف دیگه دختر سر میرسه و دهنش عنکبوتی بیرون میاد. دیگه نیازی نیست بگم که سر هر کدومشون همین بلا میاد و داستان تموم میشه. بریم به ویدیوی بعدی. با یه مسابقه تلویزیونی به اسم دخمه آسی یا آسیز دانجن آشنا میشیم. برنامه‌ای که برای نوجوان هاست و همه تو شرکت میکنن تا بتونن یه پول زیادی ببرن. البته پول که نه، شعار برنامه اینه که اگه برنده شید میتونید برید پیش یه نفری که آرزوی شما رو برآورده میکنه. برنامه امشب هم داره تموم میشه و دو شرکت کننده آخر یعنی دانا و تیمی فقط باید یه سری راه عجیب و سخت بگذرن و هر کسی که اول بشه آرزویش برآورده میشه. این وسط دانا یه رفعه یه جا گیر میفته. با فشارهایی که تیمی هم به زور بهش میاره و به خاطر مشکلی که تو دستگاه پیش اومده، پای دانا به شکل وحشتناکی میشکنه و از پوست آویزون میشه. این وسط که کلی آسیب دیده و داره فریاد میکشه، مسابقه همچنان برقراره. تیمی راهش ادامه میده و اول میشه. یه رفعه دوربین میاد عقب و میبینیم که همه این مسابقه رو توی یه تلویزیون داشتیم تماشا میکردیم. حالا دوربین میچرخه، میبینیم که مجری این برنامه توی قفس گیر افتاده. یعنی چند نفر دارن یه بلایی سرش میارن. کسایی که میفهمیم اعضای خانواده دانا هن. دانا هم روی ویلچره و دیگه نمیتونه راه بره به خاطر بلایی که سر مسابقه اومده. حالا مجری رو به ستونی میبندن، مادر دانا میاد، یه ظرف اسید دستش رو تهدید میکنه که پوستش رو میسوزونه. در صورتی که نگه خانم آسی یا همون کسی که آرزوی برنده رو برآورده میکرد، کجاتو چجوری میتونن بهش برسن. خب مجری هم نمیخواد این کارو انجام بده، اما کم کم پشیمون میشه. برادر دانا لباس فوتبال آمریکایی پوشیده و با وحشیگری ضربه ای به این مرد میزنه. کلی گوشت خام، مدفوع و چیزهای مختلفم به صورت طرف میمالن. برام میبرن جایی که براش مسابقه ترتیب دادن، مسابقه شبیه همون جایی که اون اتفاق برای دانا افتاد. منتها با یک کم تغییر. مثلا وقتی از سرسره میاد پایین، باید توی کلی مدفوع و کلا چیزای حال به هم زن شنا بکنه. وسط راه هم به خاطر آسیبی که میبینه دیگه نمیتونه ادامه بده و مادر دانا میگه چون باختی باید جون تو بگیری. میبندنش، با سرنگ میاد که بهش اسید تزریق کنه که همین لحظه مجری میگه من حاضرم شما رو ببرم پیش خانم آسی تا بتونه آرزویی که میخواد برآورده کنه، حتی میتونه پای دانا رو هم براتون درمان کنتش. اونام کنجکاف شدن و همراه مجری راه میافتن. به غاری عجیب میرسن و وقتی که در میزنن یه نفر میاد داخل و با یه مشعل بهشون خوش آمد میگه. یه قاره خیلی عجیبه و از کلی قسمتاش میگذرن و به جایی میرسن که خب نمیتونم زیاد نشون بدم. یه زن خیلی گنده و چاق وسط اتاق خوابیده، چیزی تنش نیستش و انگاری همون خانم آسیه که آرزوی همه رو برآورده میکنه. مجری هم بهش میگه جریان چیه و باید آرزوی این دختر رو برآورده کنتش. دانا خم میشه و در گوش این زن چیزی میگه. میره عقب‌تر و چند لحظه بعد اتفاقای وحشتناکی میفته. تمام کسایی که تو اتاقن از مجری بگیر تا خانواده دانا، نه تنها پوست صورتشون بلکه جونشون رو هم از دست میدن. حالا دوربین قیافه دانا رو نشون میده که با لبخندی داره به همه نگاه میکنه. انگاری آرزوش این بوده که خانواده‌اش رو از دست بده. میریم به ویدیوی بعدی. چند تا پسر نوجوان رو میبینیم که کلا دنبال اشغال و تفریحن. یه همسایه براشون میاد که خب خیلی جذابه و اینا مدام خونه یکی از پسرها اونو زیر نظر دارنش. ازش فیلم میگیرن، چه وقتی که میخواد ماشین رو بشوره، چه وقتی که میره استخر و همه چیز. یه روز یکی از رفیقاشون داره تو خیابون اسکیت میکنه که یه رفعه این زن میاد طرفش و با هم دیگه میرن داخل خونه. وقتی که میاد بیرون بقیه دوستاش با کنجکاوی میپرسن چی شد، چی کار داشته. اونم میگه که میخواد برم خونهشون تا کامپیوترشو براش درست بکنم. بقیه دوستاش هم میگن خب این بهترین موقعیته، باید یه ویروس تو کامپیوترش بریزی تا بتونیم وبکمشو همیشه ببینیم، اینطوری میتونیم موقع لباس عوض کردن و چیزای مختلف نگاه بکنیمش. بعد کلی اصرار این پسر رو قانع میکنن که این کار رو انجام بده. وقتی که میره خونه این دختر، خیلی سری ویروسو میریزه، کار کامپیوترش هم انجام میده و بعدم با خدافظی میاد بیرون. پسرا دور هم جمع شدن و چک میکنن که واقعا به وبکم این دختر دسترسی دارن. خیلی خوشحالن و دختر میاد جلو و میخواد لباسش حالا عوض بکنه، ولی چیز خیلی وحشتناک تری میبینن. وقتی که دختر پیرهنشو در میاره، بعد چند لحظه پوستش انگاری تغییر میکنه و رفیق به جادوگری وحشتناک با موها و چیزهای خیلی عجیبی روی سرش تبدیل میشه. پسرها وحشت زدن و همین که برمیگردن میبینن دختر پشت سرشونه. یه رفیق طرفشون حمله میکنه. یکی از پسرا رو میگیره و به شکل وحشتناک روی تخت تیکه تیکه میکنتش. یکی از پسرا میخواد با چکش بهش حمله کنه، اما خب موفق نمیشه. باطل اینکه زن میره طرفش رو، اونم از بین میبره. دنبال دو تا پسر آخر راه میفته و پایین پله‌ها یه رفیق
وردی میخونه و این دوتا پسر از ته دل فریاد میکشن. لحظاتی بعد تبدیل مجسمه های سنگی میشن. میریم به ویدیو آخر. با دوتا پسر به اسمهای تروی و نیت آشنا میشیم. این دو نفر فیلم بردارن و حالا توسط یه انجمن جادوگری استخدام شدن تا یکی از مراسم های مهمشون رو فیلم برداری بکنن. مراسمی که یه زن به صورت داوطلب اومده اونجا و قراره که با استفاده از کلی طلسم یکی از شیطان های بزرگ از جهنم به بدن این زن وارد کنن. مراسم شروع میشه، اونا دارن فیلم میگیرن که یه دفعه ای موجود وحشتناک رو پشت تلویزیون میبینن و خیلی میترسن. همین که فریاد میزنن جادوگرها میدونن که ببینن چی شده، اما خب چیزی رو نمیبینن. موجود سمت دیگه دوباره ظاهر میشه و این بار طرف نیت و تروی حمله میکنه و سکانس بعد وقتی چشماشون رو باز میکنن اونا توی جهنمن. با دوربین اطراف نشون میدن که جنازه های مختلف افتاده و نه تنها پوسیدن بلکه گوشت و پوستشون بیرون ریخته. حتی یه طرف دیگه چندین جنازه روی هم دیگه افتادن و یه رفیعی توی آسمون هم شیطان بزرگ رو میبینن. یه رفیعی زن میاد سمتشون و اونا رو صدا میکنه. اونا هم دنبالش راه میافتن. زن خودشو به اسم نیبل معرفی میکنه و میگه که چندین هزار ساله که اینجاست. بعدم وقتی که میگن چی شده بهشون میگه که قطعا اون شیطانی که اومده بوده بیرون شما رو گرفته و با خودش به جهنم آورده. فکری به سر نیت میزنه. میگه اون جادوگرا میخواستن یه شیطان به اسم اوکابان رو احضار بکنن. شاید بتونیم پیداش کنیم که اینطوری وقتی اونا احضارش میکنن ما دوباره اوکابان رو بگیریم و به دنیای خودمون برگردیم. نیبل هم میگه من حاضرم کمکتون کنم چون میدونم اوکابان کجاست، به شرطی که وقتی رفتی توی دنیا اسم منو به جادوگرا بگید. من دوست دارم اسممو توی کتابهای مختلف ثبتش کنن. اونم قبول میکنه. البته که فقط تا ساعت 12 شب وقت دارن چون اون لحظه قرار احضار صورت بگیره. راهشون رو شروع میکنن و چیزهای وحشتناکتری رو میبینن. مثلا یه زنی که هیچ چیزی تو صورتش نیست و فقط میتونه دست و پاشو تکون بده، یا قسمتی که یه آدم رو به سیخ کشیدن دارن میپزن و میبل با خوشحالی میره و شروع به خوردن ازش میکنه. یه دفعه صدای از آسمون میاد که میبل رو صدا میکنه و اونم با ترس به طرفی فرار میکنه. نیت و تروی لحظاتی بعد صدای زنی رو میشنون و فکر میکنن میبله. میدونن طرف صدا و یه موجود وحشتناک دیگه ای رو میبینن که 7-8 تا هم چیز داره. آره دیگه همون. فرار میکنن و دوباره به میبل میرسن. به سمت غاری میرن که محل زندگی اوکابانه. ادر پشتیش وارد میشن. کلی موجودات عجیب و غریب هم هستن که از اوکابان محافظت میکنن و میفهمن فقط چند ثانیه به 12 شب مونده. برای همینم هم سری سمتش میدونن و این وسط یکی از موجودات به میبل حمله میکنه و با یه ضربه انگار اونو از بین میبره. نیت و تروی میدونن طرف اوکابانو میگیرنش و یه دفعه اتفاقای عجیبی میفته. تروی چشماشو باز میکنه و تو جسم یه آدم دیگه است، نه اون کسی که جادوگرها داشتن احضارش میکردن. همین که هم به هوش میاد، مردی که جلوش و انگار شبیه به یک کشیش هم هست با یه ضربه داس اونو از بین میبره. اما نیتن تو بدن همون زنی که جادوگر رو احضار میکردن چشماشو باز میکنه. حالش اصلا خوب نیست و انگاری داره هر لحظه جونشو از دست میده. برای همینم با نفسهای باقی مونده ای که داره روی کاغذی که کنارشه اسم میبل رو مینویسه، به خاطر همون قولی که داده بود. صداهای عجیبی میاد و انگاری همه چیز تموم میشه. توی تیتراژ پایانی صدای جادوگرها رو میشنویم که حالا دارن میبل رو احضار میکنن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. آقا این ویدیو رو که من دارم ضبط میکنم تا اعضای کانال 9998 نفرن. اگه 10K شدیم که دمتون گرم، اگه نشدیم دو نفر هول بدید بشیم 10K. یه سری سورپرایز خفن دارم که به زودی قرارشون میدم. دیگه بارها از سبک فان فوتیج صحبت کردیم که معروف ترینشون همین سری فیلم VHS و اول تا آخرش کلا تو همین مدله. سبکی که ترسناک بودنش به خاطر واقعی بودن بیش از حدشه. درسته که کلاً المان‌های سوپرنچرال ماورای طبیعی رو داریم، ولی سبک فیلم برداری، وحشتی که توش وجود داره، دیالوگایی که گفته میشه، همه اینها واقعا طوری ان که شما فکر میکنی یکی با گوشی واقعیش فیلم گرفته. برای همینم هم خیلی تاثیرش بالاتر میبره. این قسمت نسبت به قبلی‌ها به نظرم خیلی فانتزی تر شده بود. توی قبلی‌ها حداقل یکی یا دو تا از فیلم‌ها اصلا ماورای طبیعی نبود، از آدم‌های روانی بودن. برای همینم هم تاثیرشون بیشتر میشد. این خبرم بدم که من با چند تا از بچه‌ها داریم یه ویدیو فان فوتیج می‌سازیم و احتمالاً یه فیلم ترسناک 7-8 دقیقه‌ایه. قطعاً وقتی که اومدش توی کانال قرارش میدم و خوشحال میشم که نظرتون در مورد اونم بدونم. اگر ایده‌ای دارید که توی این فیلم بتونیم استفاده بکنیم خوشحال میشم برام کامنت کنیدش. دیگه همین، فیلمش طوری نیست بخوام در موردش نقد و بررسی شکل بدیم، به خاطر اینکه صرفاً یه فیلم سرگرم کننده است. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.